صحنه یک تای ماست هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته بجاز خرم آن نغمه که مردم به سپارند بیاد به نام خداوند جان و خرد عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف هفتم خوش آمدید دوستان عزیز و گرانقدر به جلسه نوزدهم مضمون زبان و ادبیات دری به جلسات قلب در این جلسه دوستان با دو بخش در خدمت شما عزیزان خواهیم بود بخش اول عنوان درس امروز ما و شماست که با هم بررسی میکنیم یک مفهومی را در حوزه فناوری و تکنولوژی تحت عنوان کمپیوتر در حوزه دستور زبان هم میپردازیم به یک مفهومی تحت عنوان عدد و انواع عدد را در حوزه زبان و ادبیات دری ما و شما مرور میکنیم عزیزان جان به جلسه نو خوش آمدید خب شایده عزیز و گرانقدر قبل از اینکه وارد درس نو شویم درس 19 هم را با هم بررسی بکنیم کار خانگی جلسه قبل در حوزه دستور زبان را با هم مرور میکنیم خب در جلسه قبل هم گفته بودیم که زمیرهای مشترک را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرید زمایر مشترک اگه خاطر دوستان باشد در جلسه قبل در حوزه دستور زبان برای شما زمیر مشترک را تعریف کردیم انواعش را نام بردیم گفتیم به طور کلی زمیر چیست؟ زمیر کلمه است که در ساختار جمله جانشین اسم شود و هدف از آوردن زمیر چیست دوستان ایست که ما میخواهیم از تکرار یک اسم در جمله جلوگیری کنیم حال این زمیرها انواعی داشت زمایر اشکال مختلفی داشت که یکی از انواع زمیرها زمیرهای مشترک بود زمایر مشترک در تعریف از گفته گفتم شد دوستان زمایر مشترک به اون زمیرهای گفته شد که برای مفرد و برای جمع به طور یکسان به کار گرفته نشد پس تعریف زمیر مشترک چی شد دوستان؟ میگوییم زمایری که برای مفرد و جمع یکسان آورده می شود برای مفرد و برای جمع البته دوستان یک تعریف شاید دقیق در حوزه زمیر مشترک این باشد که بگویم زمایری هستند که برای شخص و برای شمار در حوزه تصریف فعل به طور یکسان به کار گرفته می شود. از نظر چی دوستان از نظر شخص و از نظر شمار دو قسم از نظر شخص وقتی میگویم یعنی چی؟ یعنی ما به طور کلی در حوزه تصریف فعل ما چند شخص داریم؟ شش شخص داریم اول شخص، دوم شخص و سوم شخص در حوزه مفردات باز اول شخص، دوم شخص و سوم شخص در حوزه افعال جمع حال دوستا این بشد به لحاظ شخص به لحاظ شمار هم ما افعالی که داریم فعلها یا مفرد هستند یا جمع به کار گرفته بشود وقتی ما زمایر مشترک می خواهیم در حوزه تصریف فعل وارد کنیم این زمایر برای همه اشخاص برای همه افراد صرف نظر این که مفرد باشد صرف نظر این که جمع باشد صرف نظر که چه شخصی باشد به طور کلی برای همه یکسان سال بکار گرفته می شود حال زمایر مشترک دوستان گفتیم سه نوع است زمایر مشترک یا زمیرهای مشترک به طور کلی سه نو دارن خب چی بود دوستان؟ گفتیم خود خیش و خیشتن خود خیش و خیشتن این زمایر زمایر چی هستن دوستان زمایر مشترک هستند البته زمیر خود زمیر است که در زبان امروزه بیشتر به کار گرفته می شود شکل نوینتر شکل جدیدتری از زمایر مشترک هستند در حالی که زمایر خیش و زمایر خیشتن اشکال قدیمی تر هستن که در متون قدیمی زبان و ادبیات دری از این زمایر مشترک به طور کلی بیشتر به کار گرفته میشد خب دوستان به طور کلی همانطور که برایتون گفتیم زمایر مشترک زمایری هستن که برای تمامی اشخاص برای تمامی شمارها مفرد و جمع حوزه تصریف فعل به طور یکسان به کار میروند خب شاگردای عزیز و گرانقدر به بخش اول درس امروز خوش آمدید همانطور که میبینید بر روی اسلاد مورد نظر درس امروز ما و شما مفهومی است در حوزه فناوری و تکنولوژی تحت عنوان کامپیوتر یک وسیله بسیار بسیار ارتباطی قوی بسیار بسیار محاسباتی بسیار بسیار مهم در حوزه تکنولوژی است خب اگر بخوایم یک تاریخچه از اشکال ای که ما انواع وسایل ارتباطی وسایل محاسباتی که در حوزه در واقع محاسبات آماری و ریاضی بسیار بسیار به کار گرفته می شد توضیح دهیم تاریخچه را برای شما بررسی بکنیم و بیان بکنیم این طور می شود دوستان قدیمی ترین وسیله محاسباتی چوت است نگاه کنید دوستان تصویرش رو میبینید برای شما واضح میکنیم که این تاثیر یک تاثیر چوت است یا ای که در واقع کلمه را چورتکه هم از او یاد میکنند یک وسیله محاسباتی بسیار ابتدایی که نخستین وسیله محاسبه اعداد و ارقام و کالاها به کار گرفته میشد اولین بار این چوت یا چورتکه در تمدن مصر باستان اکتشاف میشود اختراع میشود بعد وارد تمدن های بعدی می شود. در دوره حخامنشیان از این وسیله استفاده می کنند و به مرور وارد حوزه تمدن یونان باستان و در واقع تمدن چین باستان می اگرچه در برخی منابع در واقع نخستین تمدنی که از این وسیله استفاده کرد را تحت عنوان تمدن دو نهر یا بین نهری نیز یاد کردند بعد از چندین سال ماشین حساب اختراع شد وسیله ارتباطی بعدی وسیله ای که در حوزه در واقع محاسبات آماری و ریاضی استفاده می شود برای بررسی حوزه دوستان ماشین حساب است که شکل ساده را برای شما ترسیم کردیم که نشان داده می شود اگرچه سرعت علم همیشه ایستا نبوده دوستان سرعت حرکت علم یک سرعت بسیار بسیار سریع و بسیار با شدت بوده به طوری که با گذشت زمان و در طی چند قرن علم پیشرفت میکند وقتی که علم پیشرفت میکند ای پیشرفت علم در حوزه های مختلف میتواند نشان داده شود می دانید که میگویند مهمترین مهمترین اختراع بشر در حوزه اختراعات چه دوستان اختراع چرخ است وقتی که چرخ اختراع می شود شکل زندگی مردم گونه زندگی مردم نیز تغییر پیدا می کند می گوید چرخ اگر به عنوان مهمترین اختراع تمدن بشری از او یاد می شود ولی اصری ترین جدید ترین و مهمترین در واقع اختراع بشر در حوزه قرن بیستم به بعد دو سال شاید همین وسیله باشد که می خواهیم برای شما یاد کنیم تحت عنوان کامپیوتر در عرصه علم و صنعت انقلابی رخ داد و از جمله توسط تیمی به سرپرستی آکرت ماشلی در سال 1946 میلادی کامپیوتر اختراع شد نگاه کنید دوستان پس سال اختراع ای دستگاه محاسباتی چه دوستان سال 1946 میلادی است اگرچه در حوزه ای که اولین کمپیوتر را چه کسی اختراع کرد هنوز که هنوز است در واقع تناقضات وجود دارد تشتت آرا وجود دارد برخی افراد معتقد هستند که یک مهندس آلمانی در واقع نخستین کسی است که اختراع میکند این وسیله در واقع محاسباتی را برخی دیگر معتقد هستند که یک ریاضیدان بسیار بسیار مشهور در حوزه در واقع ریاضیات تحت عنوان آقای آلین تورینگ است که در واقع این وسیله رو اختراع میکند و کتاب شما همانطور که میبینید آکرت ماشیلی را تحت عنوان نخستین مختره این وسیله از او یاد کرده خب ما در مورد اینکه که چه کسی نخستین کمپیوتر را اختراع کرد هنوز که هنوزه به اجماع آرا نرسیدیم خب حال وارد تعریف این وسیله شویم دوستان ما میگوییم که کمپیوتر اصری ترین وسیله در حوزه محاسبات ریاضی و آماری حالی تعریفی کمپیوتر چیست کمپیوتر به چه چی چیزی گفته می شود چه کاربردی دارد و چه هدفی در زندگی روزمره ما میتواند داشته باشد خب دو تعریف در حوزه کمپیوتر وجود دارد دوستان یک تعریف لغوی یا لفظی است و یک تعریف اصطلاحی و علمی ای وسیله محاسباتی است در حوزه لغت تعریف لغوی کمپیوتر می شود شمارنده یا ماشین حساب کامپیوتر دوستان از کمپیوت میآید آید کمپیوت یک واجه انگلیسی به معنای محاسبه کردن است به معنای محاسبه کردن خب به لحاظ اصطلاحی چیست؟ به لحاظ علمی وقتی می خواهیم کمپیوتر را تعریف کنیم اینگونه گونه می گوییم. وسیله انجام محاسبات پیچیده و تصمیم گیره های منطقی با سرعت بسیار بسیار بالا پس هر زمانی که خواستیم از یک ابزار محاسباتی بسیار دقیق با سرعت بسیار بالا در حوزه محاسبات آماری و ریاضی استفاده کنیم از یک وسیله استفاده میکنیم که تحت عنوان کامپیوتر از او یاد میشود خب آلی دوستان اجزای کامپیوتر رو میخوایم با هم دیگه مرور کنیم به طور کلی اگر یک کامپیوتر از اجزای بسیار متعدد متنوع و مختلفی تشکیل شده اجزایش بسیار گوناگون است می تواند اشکال مختلفی داشته باشد ولی چهار جزء اصلی چهار بخش اصلی کامپیوتر که امروزه بسیار بسیار مهم هستند و جزء اجزای اصلی این دستگاه مادر از او یاد می شود ای اجزا هستند یک دوستان سی پی یو دوم مانیتور سیوم در واقع ماوس است و چهارم کیبورد یا همون صفحه کلید است خب هر کدام از اجزا رو با همدیگر میخواییم مرور کنیم و کاربردش را در حوزه ای دستگاه محاسباتی با هم بررسی کنیم بخش اول تحت عنوان سی پی یو سی پی او در واقع همو بخشی است که تحت عنوان بخش پردازنده مرکزی از او یاد می سی پی مخفف کلماتی است که دوستان ابتدای سرواژه های کلمه را آوردن در کنار همدیگر گذاشتن سنترال پروسس یونیت یعنی در واقع چی دوستان همو بخش پردازنده مرکزی است که از او یاد میکنم این قطعه مغز کامپیوتر است پس همانطور که نگاه میکنیم یک انسان مهمترین بخش وجودی یک انسان چی دوستان در حوزه تفکر در حوزه عقل مهمترین بخشش عقل انسان است مغز انسان است حالا اگه یک دستگاه کامپیوتر رو در نظر بگیریم مهمترین بخشش می شود مغز در واقع کامپیوتر مغز کامپیوتر کدام قسمت است همین سی پی که هم مغز کامپیوتر است و هم حافظه ای است که میتواند تمام اطلاعات موجود در کامپیوتر را که شما میدهید تحت عنوان در واقع اطلاعات ورودی یا از کامپیوتر به شما داده میشود تحت عنوان اطلاعات خروجی همه را در قسمت حافظه خود نگه میدارد و هر زمانی که بخواهید به این اطلاعات دسترسی داشته باشید با مراجعه به این بخش میتوانید بازیابی کنید این اطلاعات را خب بخش دوم دوستان نمایشگر است یا قسمت تلویزیونی که برای کامپیوتر از او استفاده میشود مانیتور همانند یک تلویزیون کوچک عمل میکند شکلش رو نگاه کنید دوستان در قسمت کامپیوتر ما یک نمایشگر داریم یک تلویزیون داریم که تمام اطلاعاتی که در حوزه در واقع اطلاعات دستگاه کامپیوتر هست را میتوانیم از طریق این مانیتور در واقع بررسی بکنیم نگاه بکنیم و اطلاعات خود را رسد کنیم آنچه را در کامپیوتر انجام میدهیم را نشان میدهد تمام دوستان نگاه کنید تمام عملیاتی که شما در حوزه کامپیوتر می انجام بدهید نشان دادنش به تصویر کشیدنش از طریق مانیتور انجام بشود مانند چی؟ مانند جا به جایی کلمات، واجه ها، بزرگ و کوچک کردن تصاویر یک زمانی میخواه شما یک عکسی دارید، یک تصویری دارید، این تصویر را بزرگ کنید، این تصویر را کوچک کنید از طریق ابزاری که در واقع استفاده میکنید یا از طریق صفحه کلید یا از طریق ماوسی که انجام میدهید میتوانید کوچک و بزرگ شدن تصویر خود را بر روی مانیتور نگاه کنید قسمت بعدی دوستان که یکی از قسمت های بسیار مهم در حوزه ای دستگاه محاسباتی است صفحه کلید یا کیورد نام دارد خب نام دیگرش ماشین حرف نگاری است ماشین تایپ است شما برای نوشتن برای تایپ کردن از این ابزار از این وسیله در حوزه کامپیوتر استفاده میکنید اشکالی دارد انواع متعددی دارد که میتواند متنوع باشد میتواند اشکال ساده و نخستین داشته باشد استفاده از صفحه کلید برای وارد کردن اعداد حرفها و ها به کامپیوتر است پس نگاه کنید دوستان هدف اصلی هدف اصلی هدف قایی صفحه کلید در حوزه کامپیوتر چیه دوستان این که ما وقتی بخواهیم اعدادی را وارد در واقع ای کامپیوتر بکنیم یا بخواهیم تایپ بکنیم و در واقع بنویسیم یک متن را یک داستانی را یک شعری را از طریق حروفی که در واقع بر روی این صفحه کلید موجود است یا فرمان های دیگری مانند کپی کردن مانند کات کردن مانند بستن مانند باز کردن یک پنجره در داخل کمپیوتر بخوایم استفاده کنیم انجام دهیم این عملیات را از کدام در واقع ابزار استفاده می از همین صفحه کلید استفاده می و بخش آخر دوستان ماوس است ماوس یا همون موش شکلش مانند موش است به خاطر اینکه که شکلش موش است به اون ماوس میگویند که ماوس در واقع یک کلمه انگلیسی است که معناش موش می شود که شبیه و تصویری همانند موش دارد این ابزار در واقع خروجی کمپیوتر. توسط آنها فرمانها را انجام می یک در واقع از نظر فرمان، از نظر هدف، ماوس و صفحه کلید بسیار به همدیگر نزدیک هستند. بعضی می میتوانند کارهای همدیگر را بر عهده بگیرند و انجام دهد. یک زمان شما یک صفحه را در داخل کامپیوتر خودتان باز کردید، حال میخواید این صفحه را ببندید. برای بستن صفحه مورد نظر از ماوس استفاده میکنید. یا میخواهید یک عکسی را یک فیلمی را کپی کنید در یک صفحه دیگر در یک بخش دیگر با استفاده از این ابزار در واقع میتوانید این کار را انجام دهید پس توسط ماوس میتوانید فرمان های مختلف را انجام دهید بعد از آوردن و تغییر آنچه در حافظه کامپیوترها ذخیره شده است برای تغییر اطلاعات موجود در حافظه کامپیوتر خود هم می توانید از این وسیله از این ابزار استفاده بکنید و او اطلاعات را تغییر دهید چنج بکنید یا بعضی وقتها او اطلاعات را در حافظه خود نگهداری بکنید و بازیابی نمایید خب بخش دوم دوستان عزیز در حوزه قواعد دستوری است متناسب با درس امروز ما بحثی را می خواهیم برای شما مرور کنید ما و شما با هم بخوانیم تحت عنوان عدد امروز آشنا شدیم با یک دستگاه محاسباتی در حوزه آمار و ریاضی تحت عنوان کمپیوتر که در مورد اعداد بود بیشتر با اعداد سر و کار داشت چون محاسبه میکرد حالی در حوزه دستور زبان هم میخواهیم واژه عدد را در حوزه زبان و ادبیات دری با هم مرور کنیم خب اول میگویم عدد چیست شماره اشیا و اشخاص را بیان میکند این هدف از آوردن عدد در حوزه ادبیات زبان و ادبیات دری است اگرچه ما صرف نمیگویم که در حوزه ادبیات دری بلکه خاصیت اصیل و کلی اعداد این است که برای بیان کردن اشخاص برای بیان کردن در واقع اشیاء لحاظ تعداد در واقع به کار گرفته میشد و چیزی را که شمارش شود معدود میگویم پس ما دو تا چیز داریم دوستان یک عدد داریم یک معدود داریم عدد و معدود ملزوم همدیگر هستن لازم و ملزوم همدیگر هستن همواره در کنار همدیگر بیان می شود به طور مثال نگاه کنید دوستان می دو میز دو میز دو می شود عدد ما میز هم میشود معدود ما معدود او چیزی است که عدد او را بیان میکند دو چی؟ دو چی چیزی را می بیان بکنیم؟ دو میز را بیان میکنیم کنیم چهار کتاب یک چهار داریم یک دانه کتاب داریم دوستان چهار می شود عدد کتاب می شود معدودش چهار بیان کننده تعداد کتابهای های ماست که معدود ما واقع شده یک نکته دوستان در حوزه زبان و ادبیات دری ما به طور کلی پنج نو یا پنج گونه عدد داریم پس پنج نو عدد در حوزه زبان و ادبیات دری داریم که امروزه میخواهیم با سه نو در جلسه با سه نو از اعداد آشنا میشویم خب اعداد به طور کلی دوستان در حوزه گفتیم پنج در حوزه ادبیات دری پنج نو هستن که سه نوش رو امروز با هم مرور میکنیم اعداد ترتیبی که تحت عنوان اعداد وصفی هم از او یاد میشود اعداد اصلی و اعداد ترکیبی این اعداد اعدادی هستن که امروز با هم دیگر میخوانیم و انواعش رو با هم دیگر مرور میکنیم خب نو اول دوستان اعداد ترتیبی یا اعداد وصفی است آن است که درجه و مرتبه معدود را نشان بدهد پس هدف از آوردن اعداد ترتیبی چیه دوستان می درجه و رتبه معدود را در ساختار جمله نشان بدهیم مانند چی مانند اول و دوم که آن را به صورت اولین و دومین دوستان چیکار میکنیم استعمال میکنیم در ساختار جمله ما با کلمات از اینا بسیار روبرو شدیم خیلی وقتا داریم یک ساختار جمله ای که وقتی می خواهیم بیان بکنیم از کلمات اولین، دومین، سومین، چهارمین، پنجمین، ششمین و و و استفاده میکنیم این اعدادی را که شما دوستان در ساختار جمله و زبان و ادبیات دری میبینید مشاهده میکنید این اعداد را تحت عنوان اعداد ترتیبی از او یاد میکنه چرا هدف از چیز هدف از آوردن اعداد ترتیبی است که ما میخواهیم رتبه و درجه معدود را مشخص کنیم این نوع عدد را میتوان قبل و بعد از معدود آورد این یک نکته دوستان پس هر زمانی که اعداد ترتیبی را خاصی در ساختار جمله بیان کنید معدود میتواند هم قبل از یه عدد بیاید و هم میتواند بعد از یه عدد بیاید به طور مثال اولین شاگرد اولین شاگرد اولین می شود عدد ما مدودش کدام از دوستان شاگرد است حال میتواند عکس یه اتفاق بیافتد مانند چی بگوییم شاگرد اولین شاگرد اولین شاگرد می شود در واقع چی مدود ما اولین هم می شود عدد ما ولی به طور کلی دوستان شکل زیبنده شکل قشنگتر اینا است که اول ما عدد را بیاوریم بعد مدود را ذکر کنیم به طوری که میگوییم اولین شاگرد خیلی زیباتره خیلی قشنگتره تا بگیم شاگرد اولین نوی دوم دوستان اعداد اعدادهای اصلی است عددهای اصلی به نام اعداد ساده و مطلق هم یاد می شود هم اعداد اصلی که ما در حوزه علم ریاضی نیست و کار میگیریم برای بیان شمارش از استفاده می شود یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده این اعداد را تحت عنوان اعداد اصلی از او یاد میکنم و نو سوم دوستان اعداد ترکیبی است اعدادی که به طور کلی از ترکیب چند عدد به دست می آید اعدادی که از ترکیب دو عدد تشکیل شود را تحت عنوان عدد ترکیبی می نامش مشخص است ترکیب ترکیب که میگویم یعنی کنار هم قرار دادن دو یا چند عدد نگاه کنید دوستان مانند دوازده دوازده نگاه کنید دوستان از دو تا عدد تشکیل شده از یک و دو بیست از دو و صفر تشکیل شده 600 دوستان نگاه میکنیم شیش هم که وقتی نگاه میکنیم همین طور است از دو عدد تشکیل شده دو عدد یا بیشتر پس اعداد به طور کلی دوستان چند نو شد؟ سه نو شد یا اعداد ترتیبی هستند یا اعداد ترکیبی هستن و یا هم اعداد اعداد اصلی هستن. در جلسه بعد از شما میخوایم که اعداد ترکیبی و اصلی را تعریف کنید و مثال بزنید سه نو عدد برای شما از پنج نو از پنجگان اعداد برای شما بیان کردیم مثال زدیم تعریف کردیم حالا از شما میخوایم دو نو او. در واقع اعداد ترکیبی را و اعداد اصلی را برای ما تعریف کنید و مثال بزنید خب شاگردهای عزیز و گرانقدر قدر در پایان جلسه امروز رسیدیم مانده نباشید خسته نباشید شاگردای عزیز دلبندان نازنین راه های ارتباطی ما را در فضای مجازی باز هم دنبال بکنید نمبر ارتباطی ما را فراموش نکنید 2964 780 255 4013 آماده دریافت نظر و پیشنهادات شما خوبان و نیکان روزگار هستیم میتوانید ما را در حوزه ارائه بهتر و در وقع سوالاتی که دارید در حوزه زبان و ادبیات دری راهنمایی نمایید عزیزان جان تا دیدار دیگر شما را به الله پاک میسپارم خداوند یار و نگهدارتان